در حالی که اعضای تیم ملی فوتبال ایران از نداشتن دیدارهای تدارکاتی در اردو قطر انتقاد می‌کنند، مدیر اجرایی اتحادیه فوتبال آفریقای جنوبی گفته ایران بازی دوستانه با تیم ملی این کشور را به شکل یک طرفه لغو کرده است. برای جزئیات بیشتر این خبر با همکارم علی امادی از لس آنجلس گفتگو می‌کنم. علی، ایران چرا این دیدار رو لغو کرده در حالی که در تمام این مدت صحبت از تلاش برای پیدا کردن حریف تدارکاتی برای تیم بود؟ آریان، ایران پیش از اینکه با الجزایر برای دیدار روز یکشنبه 22 خرداد به توافق برسه با تیم ملی آفریقای جنوبی مذاکره کرده بود. به همین دلیله که آقای تبوگو مونتلاته، مدیر اجرایی اتحادیه فوتبال آفریقای جنوبی، گفته که تمام کارهای اداری انجام شده بوده. حتی آفریقای جنوبی از آفریقای جنوبی خواسته شده بوده که پاسپورت بازیکنان رو هم بفرستن. به گفته او بعداً ایران بازی دوستانه رو یه طرفه لغو می‌کنه. اما آفریقای جنوبی زمانی که بازیش مقابل زیمبابوه کنسل شد به ایران پیشنهاد بازی داد. این تیم آفریقای جنوبی قرار بود 23 خرداد، یعنی روز دوشنبه، در چارچوب رقابت‌های مقدماتی جام ملت‌های آفریقا به مسافه تیم ملی زیمبابوه بره، اما فیفا فدراسیون فوتبال زیمبابوه رو تعلیق می‌کنه و خب مسابقه این تیم هم مقابل زیمبابوه به همین خاطر لغو میشه. اون وقت آفریقای جنوبی دقیقاً بعد از بازیش مقابل مراکش که توی مقدماتی جام ملت‌های آفریقا بود، این پیشنهاد رو به ایران میده که روز 23 خرداد، یعنی همون روزی که قرار بوده با زیمبابوه بازی کنه، تو دوحه با ایران یه دیدار تدارکاتی داشته باشه. اما ایران که خب در به در به دنبال حریف تدارکاتی ارزون میگشت با تیم الجزایر، بر روز 22 خرداد بسته بود، خب نمیتونست فرداش 23 خرداد با آفریقای جنوبی بازی کنه، ضمن اینکه فدراسیون فوتبال ایران در شرایط مالی خوبی هم نیست که بتونه از پس تعهدات مالی همچین دیداری بر بیاد. ایران به عنوان تنها تیم صعود کرده به جام جهانی در قطر اردو زده تو این هوای گرم و شرجی که حتی خود قطری ها تیم ملی کشور میزبان، تیم ملی عربستان، رفتن اسپانیا اردو زدن. اما ایران 10 روز الان در قطره، چون اردو یه جورای مجانی تموم شده، در حالی که ایران چشمش به 1.5 میلیون دلار کمک فیفا برای آماده سازی جام جهانی هم هست، خب نمیتونست یه قرارداد پولی دیگه ببنده، برای همین دیدار 23 رو در واقع کنسل کرده. به هر حال در آستانه دیدار تدارکاتی تیم ملی فوتبال ایران با الجزایر، انتقادها از اردوی تیم ملی در قطر بیشتر شده. همونطور که اشاره کردی، علیرضا جهانبخش کاپیتان تیم هم از وضعیت اردو گلایه کرد. به هر حال کاروان 45 نفره تیم ملی الجزایر هم که تیم دوم الجزایر محسوب میشه، دیشب وارد دوحه شد، امروز نخستین تمرینش رو انجام داد و بازی قبلیش مقابل تانزانیا بود که از صد تانزانیا گذشت الجزایر، و حالا قرار یک شنبه در دوحه برابر این تیم قرار بگیره. خیلی جالبه بگم که تیم ایران نرفت مسابقات کیرین کاپ ژاپن به خاطر شرکت آبجوسازی که اونجا هست و امروز ژاپن مقابل غنا هم به پیروزی رسید، ولی بازی ژاپن و برزیل رو پخش میکنه از تلویزیون ایران.